اینا که دیگه من نیستم که، اینا که دیگه اخبار جمهوری اسلامی نیست، این روزنامه جمهوری اسلامی نیست. آقای جورج شولت وزیر خزانه داری دولت ریگان میگه انقلاب اسلامی خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن است. یعنی تو 2600 2500 سال تاریخ تمدن غرب دشمنی به خطرناکی جمهوری اسلامی نبود. ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا یه کتاب نوشته پیروزی بدون جنگ، خودی اسمش روشه دیگه، یعنی من بدونه که برم گوله شلیک کنم پیروز شد. میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شورویه. مارک پالمر یه گزارش نوشته ایران امریکا رهیافت جدید، راه جدید، چیکارشون کنیم اینا رو. میگه ایران به لحاظ قدرت وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی یه دونه ایرانی مادر 100 تای بقیه است، که امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز تو خاورمیانه و نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده است، دیگر نمیتوان با یورش نظامی اون را سنه بود. تموم شد جنگ و ماچ کن بذار کنار. میتونی شروع کننده جنگ باشی، خاتمه دهنده جنگ نیستی، چون ایرانی ها نشون دادن کسی بهشون حمله بکنه اونو ول نمیکنن. 8 سال میچسبن بهش. به غلط کردن افتاده بود دیگه، ما رفتیم بعد فاوو گرفتیم. استراتژی تعقیب متجاوز. بعضا میگن چرا 61 جنگو تموم نکردیم ادامه دادیم، یکی دیگه‌ش اینه که دیگه به هیچ کس جرئت نکرد حمله کنه. میگه نمیتونید آقا با ایران بجنگید. راستم میگه، خودشون هم میدونن هزینه بسیار بالایی داره با ایران جنگیدن. چی کار میشه کرد؟ یه راهکار دیگه داره، طرح دلتا. اینا رو من نمیگم عزیز من، مو به موش تو ایران اجرا شد، مو به موش تو ایران اجرا شد، مو به موش تو ایران اجرا شد. طرح دلتا مثلث زل داره. 1، مهار ایران، ایرانو تحریم بکنید و مهارش کنید، سرعت پیشرفتش بیاد پایین. 2، نبرد رسانه‌ای، چنان جنگ رسانه‌ای علیه ایران درست بکنید، شب و روز ماهواره نمیدونم گوشی‌های موبایلشون بریزن رو سر ایران. تو 24 ساعتی که من و شما میگذرونیم 3500 ساعت برنامه رو ایران پخش شد. تو 24 ساعت 160 تا فقط شبکه فارسی زبان، تو یه دونه شبکه ماهواره عبری زبان نداری. بعد نبرد رسانه‌ای که راه انداختی علیه اینها، ساماندهی نافرمانی‌های مدنی، مردمشون رو بریز تو کوچه تموم، خودشون بعد خودشون رو بزنن. این پیکر با سرماخوردگی از پا نمیفته، این پیکر فقط با سرطان از پا میفته. بدن باید به بدن حمله کنه، با ام اس از کار میفته، با ایدز از کار میفته. اینو از خارج بهش حمله بکنی، بدنش اینقدر مریضی گرفته خوب شده پر پادزهر، اوریون و آبل مرغون و سرخک و کوفت و زهرمار و اینجور چیزا رو این اثر نداره. هر کدوم از این مریضی ها یه کشور رو کله پا کرده، گرجستان رو اونجوری کرده، اوکراین رو نصف کرده، رو اینجا اثر نداره. فقط سرطان، فقط از درون. تو یه روزی مقتضیات این مبارزه کلاش بازوبسته کردنه، مسابقه است. آقات فلانی 20 ثانیه کلاش رو بازوبسته میکنه، فلانی 40 ثانیه، این فلانی داره. امروز نمیخواد کلاش بازوبسته کنی. آموزش نظامی لازم هست، بله میدونم، اما امروز از او واجبتر چیه؟ این دوشکه هایی که تو خونه های مردم، دوشکه هایی که تو جیبتونه به اسم گوشی، این نارنجک هایی که اینا رو باید توجیه بشید. بعد اون موقع ما باید بترسیم از نفوذ فرهنگی. برید مردم، جنگ جدید شروع شد. حرف آخره بحثم اول بزنم، آماده شید آقا، عملیات ها شروع شده، 3-4 تا خمپاره هم خورده وسط بود، دست و پای قطع شده دادیم. جمع کنید بسم الله، باید کار کنید، جمع کنید بسم الله، جمع کنید بسم الله، هر ریخت و قیافه و سلیقه هر چیز مال خودت نوش جونه، بسم الله، سر این هدف باید جمع بشید، جمع کنید بسم الله، دست و پای قطع شده.